جناب آقای مشیری، شب شما خوش. درود بر شما جناب مهدی گرامی، درود بر هموطنان عزیز، دوستان رادیو صدای ایران. قربان، حالتون چطوره؟ خیلی ممنونم از شما آقای مشیری. آقای مشیری، الان با آقای حسین اجازی صحبت میکردم از دوستان شما. بله بله. گفتن که پنجشنبه سمینار دارین در لاس وگاس. درسته؟ بله درسته آقای موری. از سبب که این دوستان در لاس وگاس، هموطنان ایرانی، سال هاست که محبت میکردن و زنگ میزدند و اینها، ولی نمیشد دیگه. به هر صورت تا سرانجام دوست گرامی و نازنین من آقای تهرانی که استاد موسیقی هستند و سالها در لس آنجلس بودند، از دوستان قدیم، و از شبت که با مساخان ورزی و آقای کاظم عالمی اولین ارکستر موسیقی سنتی و ملی داشتن در سالهای خیلی خیلی پیش، و بعدشون تشریف بردن ایران و برگشتن ساکن لاس وگاس هستن. زنگ زدند و از سبت که تکلیف کردند که بنده اونجا یک صحبتی بکنم، که اونجا خواهیم بود روز 22. بله درسته. بابا آقای مشیری، حالتون بله خوبه؟ بله. شما مثل یه خسته صحبت میکنین. نه نه خیلی خوبم آقای مشیری، خوبه، حالا خوبه. خب خدا رو شکر. آقای مشیری، هفته جانب. پیش برنامه اختصاص پیدا کرد به نامه های متبادله میان ناپلئون و فتلی شاه که نشانگر واقعا شکاف میان دو تمدن یا دو دید بود. بله چقدر بله. این دو دیدگاه دیپلماتیک از هم دور بود. بله ناپلئون بله. درباره واقعیات روز با کمترین کلمات، موجزترین و سرراسترین کلمات صحبت میگفت، صحبت میکرد. فتلی شاه همینجور میپیچوند جمله در جمله. بله ببینید، عرض شد که ذهنیت ناپلئون برخواسته از انقلاب کبیر فرانسه است، بعد از دوران ولتر هست، بعد از دوران از کنم که لاک هست، بعد از دوران بیکن و دکارت و از کنم که این فیلسوفان بزرگ که آمدن، بعد از دوره های علمی در واقع معاصر لاپلاس هست، بعد از نیوتن هست. یعنی مقصود این که حکمت عقلی در اروپا گسترش پیدا کرده بود و اتفاقا در باب خطاب و زبان و مغالطات زبانی و اینها، از شبت که این مطالبی که آقای فتلی شاه میوافد، اینها را ارسطو تشخیص داده بود. 13 مغلطه های لینگویستیک یا زبانی، همه اینها رو در واقع ناپلئون محصول تمدن اروپا بود، به ویژه که جنرال بود، یک مرد جنگی که در واقع حوصله حرافی و سخنان بیهوده گفتن و مترادفات و سعج بافتن نبوده، و در خصوص که در میدان جنگ هم بوده و اینا. وقتی نامه های ناپلئون رو نگاه میکنیم، مقصود رو بیان میکند به کوتاه‌ترین عبارات، در حالی که درباره ایران که در واقع این نماینده گیجی جامعه ایران هست. این مقصود فقط فتحعلی شاه و منشی او نیست، یعنی چون نیک بنگریم از روزگار فرض فرمای قرن چهارم که آثار در دست هست، هنوز فرهنگ ایرانی آشفته و گیج و مضطرب و مالی خولیایی نیست، یک ذهنیت بسیار سالم دارد، با وجود حمله عرب، با وجود اسلام قرن چهارم که نمونه خستین نمونه های نه در دست هست، که نمونه های بارزش در قدمه شاهنامه ابو منصوری هست و عرض کنم که تاریخ نامه طبری هست، اینها کاملا نسلیست و زیبا و سالم هست و حق مطلب رو بیان میکند. بعد از حمله ترکان و بعد قوت گرفتن دین، پیدایش تصوف و حمله مغول و همه این در واقع وقایع غم‌انگیزی که بر این کشور رفته، از هم رو پیداست که آشفته کرده، و این نشستن و بافیدن و سخنان بیهوده گفتن در واقع نماینده ذهن مضطرب و پریشان ایرانی بوده در روزگار فتلی شاه قاجار، و زشتی کار، در واقع تفاوت کار، زمانی بیشتر آشکار می شود که ما این نامه ها رو با هم مقایسه بکنیم و عبارات رو بسنجیم، در می یابیم که
در واقع به واسطه شاید به علت اینکه کاری انجام نمی‌شد تکیه بر سخنوری بود و به قول مرحوم کسروی بافیدن کلمات. این است که این نامه‌ها بدین جهت هم البته بسیار با ارزش هستن، چون تفاوت دو ذهنیت از کنم که یکی پیشرفته و منطقی و دیگری پریشان رو نشان میده. آقای مولوی خیلی ممنونم. در واقع همون اختلاف سطح وحشتناک. بله بله بله. و اینجا در اینجا نه تنها قضیه زبانی و سمنتیک قضیه مطرح است، موضع دیگر این هست که در واقع ناپلئون میداند که خواهد، فتح علی شاه نمیداند که چه میخواهد. ناپلئون طرح آینده میریزد، فتح علی شاه میخواهد از در واقع اون موقعیت اضطراری که درش واقع شده نجات بده و کار خطا داره میکنه، یعنی کار او کاملا اشتباه هست، خطا هست، اینکه با یک امپراتوری بسیار دوری که در ایران هم جای پایی نداشته و اینها دو کشور مقتدر رو از خود بیزار بکند، که روسیه و یک دیگر انگلیس که در منطقه کاملا صاحب نفوذ هستن، به امید واهی این که یک امپراتوری که معلوم نیست در کدام جبهه شکست بخورد و حکومت وسیع شود. این است که پیداست که پتلیشا مرد دیپلماتی هم بیچاره نبوده و یک مرد مغرور در واقع نادانی بوده است که هیچ گونه بصیرتی در کار سیاست بین الملل نداشته. این یکی از وجوه دیگر این نامه هست. چه بدبختی قبول کرده و به دیدام دوچار شده، در حالی که ناپلئون به محض این که عرض کنم که با روس‌ها رو شکست داد و قرارداد صلح با اونها بست، یک سره ایران رو فراموش کرد. و عجب این که در اون قراردادی که با روس‌ها نوشت کوچکترین اشاره‌ای به ایران نکرد. سهل است که به ژنرال‌های خود که به ایران فرستاده حتی اونها رو هم خبر نکرد، یعنی فتحعلی‌شاه رو انقدر قابل و لایق ندانست که عرض کنم که یک اشاره‌ای بکند و خبری بدهد که ما وضعیت سیاستمان دگرگون شده. اینقدر هست هم داده است که به ژنرال گاردان که شما یک کاری بکنید که میانه ایران و روسیه صلح بشود. این است که این نامه ها واقعا حالت مضطر فتحعلی‌شاه رو به لحاظ سیاسی هم نشان میدهد و وضعیت ناپلئون که طرح آینده میریخته و میخواسته است که در واقع کشور ایران رو، مردم ایران رو وجه المصالحه بکند برای اینکه به مقاصدی که علیه انگلیس داشته است که همانا رفتن به هندوستان باشد، این به این مقصد برسد. ولی این قضیه خیلی مهم بود. آقای موری، آقای مشیری، در داستانهای عامیانه در تاریخ درباره تاریخ عصر فتحعلی‌شاه خوانده بودم، اصلا جنابالی هم خواندین، که وقتی نامه ناپلئون میرسه به فتحعلی‌شاه کسی نبوده که اون رو براش ترجمه کنه، یک سواری میفرستن به اطراف اکناف به بغداد، در اونجا یکی از ارامنه بغداد رو پیدا میکنن که فرانسه بلد بوده یا میگفته بلدم، و از صورت اون رو میارن و وارد دربار میکنن، نامه رو دستش میدن که بخواند و او ترجمه میکنه برای فتحعلی‌شاه. میگوید ناپلئون نامی از بلاد فرنگ ابراز انقیاد کرده است نسبت به اعلیحضرت. عجب. نه شما چنین چیزی نخوندین. بله، این موسیو جوبر که آمده بود به ایران که یکی از فرستادگان مشهورش بود، این مرد مستشرق و خاورشناس بسیار معروفی بود و از جمله کسانی بود که همراه اون هیئتی که ناپلئون به مصر برده بود رفته بود، به زبانهای ترکی و عربی رو خوب میدانست، اما این که آیا زبان فارسی هم میدانسته جایی نیامده و احتمال میدهیم که این داستان درست باشد، چون جایی نیامده که موسیو جوبه فارسی صحبت میکرده. بله آقای مشیری، حالا که این صحبت فرمودیم من به یاد آوردم که ناپلئون پیش از این که امپراتور بشه وقتی به مصر حمله میکنه و مصر رو میگیره، همراه با خودش یک گروه از دانشمندان میبره که از جمله یکی از اونها همین خط هیروگلیف رو، خط تصویری هیروگلیف، خط باستانی مصر رو کشف میکنه.
درست میفرمایید آقای مولی، خیلی هم اسم مشهوری داره، شامپولیون مسکی. بله شامپولیون. از کنم داستان شامپولیون به این وجه هست که در مصر این خطوط هیروگلیفیک که بود، هیچ کس این رموز این خطوط رو کشف نکرده بود و همه گمان میکردن که اسرار گیتی در اینجا هست، به خصوص که یک استوانه سنگی بود که روی آن هم خطوط هیروگلیفیک بود و گمان میکردن که اسرار خلقت در اونجاست، اسرار پیرامیدها در اونجاست و مسائل بسیار بسیار مهمی در اونجاست و رقابتی بوده است بین فرانسه و انگلیس که چه کسی زودتر بتواند که این رمز رو کشف بکند و این خط رو بخواند. در اون روزگار ما یک فیزیکدان داریم در انگلیس به نام یانگ، در واقع یانگ یکی از مغزهای بیدار و بسیار هوشیار بوده و اینها رو میفرستن پیش یانگ. یانگ کلید هیروگلیفیک رو کشف میکنه اما زبانها رو نمیخواند. این آقای یانگ یک دوستی داشته است با همین آقای شامپولیون که اشاره فرمودید، که این آقای شامپولیون یک نابغه بوده است در زبان، به وجهی آمده است که زمانی که دوستان او مثلا در جوانی فوتبال بازی میکردن اینها، این فقط سرگرم خواندن زبان بود، یادگیری زبان بود، زبانهای چینی، زبانهای نمیدونم شرق دور، اینها رو میدانست. و وقتی که این نامه، یعنی یک کاغذ بسیار بزرگی که لوله کرده بود و فرستاده بود برای آقای شامپولیون، آقای یانگ، و کلیدهایی که کشف کرده بود و برای اون فرستاده بود، مشهور است که شامپولیون با همین، عرض کنم که تحقیقات یانگ، توانست به کتابخانه خود بره و به زیر زمین در واقع، و بعد از 8-9 ماه با ترجمه کامل همه این آثار بیرون آمده و در واقع همه مشکلات رو حل کرده و نشون داد که هیچ چیز شگفت‌انگیزی در باب خلقت در اونجا نیست. عرض کنم اینها مراتبی بوده از دستور پادشاهان بوده، وقایع مهم روزگار بوده، مسائل مربوط به کشاورزی و غیره بوده. و مطلب دیگری که البته آشکار شد، این داستان‌های اساطیر اولین که در باب موسی هست و ابراهیم و اینها، معلوم شد هیچ از این خبرها نبوده و اینها در واقع میس هست، میتولوژی هست و هیچ کس، عرض کنم، هیچ نامی نبود اونجا از موسی. در واقع اگر یک همچین واقعی بزرگی می بود که یک فرعونی میرفت و لشکرش به آب میرفت و نابود میشد، اینها حتما ده ها تابلو می نوشتن. بنابراین به لحاظ تاریخ شناسی هم خیلی کمک کرد همین آقای شامپولیون و در دنیا مشهور شده بود به واسطه کشف همین داستان، و درست می فرمایید. و بعد هم چندین سفر کرد به مصر برای خواندن آثار، عرض کنم که همین هیروگلیفیک، در تمام این اهرام و در و دیوارها و این، عرض کنم که جاهای باستانی، این مرد بزرگ حقیقتا معجزه کرده بود در همین کار خواندن این زبان و کشف رموز، عرض کنم که دولت‌های مصر و روزگار فرعون و غیره. درست می‌فرمایید قربان. آقای مشیری، ناپلئون میگفت پیشا پیش به اصطلاح رسته مهندسی در یک لشکرکشی باید رسته دانشمندان حرکت کنند. به همین دلیل اینا رو با خودش می‌برد. بله. و به همین دلیل ژوبه رو به ایران فرستاده بود که یکی از درخشان‌ترین مغزهای فرانسه بوده. بله همینجوره. و این که ما صحبت از عقب افتادگی فتحعلی‌شاه کردیم، فراموش نکنیم که از کنم که شیوه های جنگ در مشرق همون شیوه های قدیم بود. یعنی این که وقتی که دشمنی سفارایی میکرد، یکی از عرض کنم که همین مدافعین به میدان میامد، یه گروه مخالف و رجز میخوان سوار اسب و در واقع حتماً مبارز میکرد و پهلوان طلب میکرد و اینها. این شیوه هنوز در مصر نزد ممالیک که در واقع اینها غلامان ترک بودن که قرنها در اونجا حکومت کرده بودن، وقتی ناپلئون سفارایی کرده و با شیوه جنگی جدید و توپخانه و افسران یونیفرم پوش و اینها، دیده است یک مردی سوار اسب آمده و یک چیزهایی میگوید. اینها میگوید که این آقا چه میگوید میدان، میگوید که این، از کنم، نام خودش رو داره میگه و داره مبارز طلب میکنه. ناپلئون تعجب میکنه که وضعیت جنگ اینقدر عقب مونده است در مصر و خیلی به سرعت، از کنم که، این ممالک رو
بازمانده ممالک رو در واقع مغلوب میکنن و اما از شجاعت و دلیری اینها خوشش میاد ناپلئون و از شمشیرهای اینها و تندی اسبهای اینها یک گردانی از اینها رو استخدام کرده بوده که اینها در موقع مختزی به فرمان ناپلئون حمله میکردن و با این شمشیرهای کج عربی عرض کنم که سرها رو از بدنها در روی زین جدا میکردن. این هم یک چیز دیگری بود در باب همین مدافعین مصر در سفر معروف ناپلئون به اونجا. حالا آقای مشیری فرموده بودید که یک نامه دیگه هست متبادله بین پتلیشا و ناپلئون، اگه ممکنه. بله نام جناب موری، نامه در اینجا ما در واقع بسیار داریم و سیاق نامه ها همین همون گونه بود که خدمتون خوندم و اینها چون این یک نثری دارد که در واقع بسیار بعید العهد هست و بسیار قریب هست، اینها خوندنش فکر میکنم فایده ای ندارد. آقای موری گرامی، این هست که فقط یک تکه من از یکی از نامه های ناپلئون میخوانم و بعد اهنامه فینکنشتاین رو میخوانیم اگه اجازه فرمایید و بعد مشاهدات افسران ناپلئون که به دربار پتلیشا آمده بودن و یک توصیف درستی از وضعیت فیزیکیش اینها کرده بودن. در یکی از این نامه ها ناپلئون می نویسد که بله یکی از خدمتگزاران من می بایست علایم دوستی مرا به تو رسانده باشد. آجودان جنرال رومیو که امروز نزد تو می فرستم مخصوصا مأمور است از اون چه مربوط به مفاخر تو و قدرت تو و هوایج و منافع و مخاطرت تو تحقیق کند. مردی است که جرأت و فرزانگی دارد، خواهد دید که رعایای تو چه کم دارد تا اون که دلاوری طبیعیشون را به وسیله این صنایعی که چندان در مشرق زمین معروف نیست یاری کند، زیرا که وضع ملل شمالی و غربی معرفت اون را برای همه ملل جهان واجب کرده است. این اشاره‌ای که می‌کند صنایع بیشتر مخصوص سلاح‌هاست، زنبورک‌هاست که سوار قاطرها و شترها میکردن، مثل توپ های دستی و همچنین توپخانه ها، چون صنعت توپ در ایران بسیار عقب مانده بود و عرض کنم تنها توپ هایی که ایرانی ها میشناختن همون هایی بود که شاه عباس از پرتغالی ها گرفته بود و این افسری که آمد به ایران که من نامش خدمتتون خواهم خون، آمد بیچاره به ایران و رفت در اصفهان و توپ ریزی می کرد و کارها خیلی خیلی مهم می کرد اون بیچاره من افسر، ولی کار به جایی نرسید به جهت اینکه عرض کنم که ناپلئون دیگه در واقع تن نمی داد به همکاری با ایران و از اینجور چیزها. این است که اشارهش به اونجاست. می گوید من از اخلاق ایرانیان آگاه هم و می دانم اون چرا که لازم است برای افتخار و امنیت خود فرا بگیرم. به شادی آسانی می آموزند. امروز ممکن است سپاهی مرکب از 25,000 بیگانه ایران را قتل و غارت کند و شاید اون را منقاد خود کند، ولی وقتی که رعایای تو ساختن اسلحه را بدانند و سربازان تو تربیت شوند که به مجموع حرکات سریع و منظم جمع بشوند و متفرق کردند، وقتی که بتوانند سوائق توپخانه متحرکی را با خود یار کنند و سرانجام وقتی که مرزهای تو به وسیله قلاع عدیده معمون باشند و دریای خزر در موجهای خود بیرقهای بحری ایران را ببینند، تو کشوری خواهی داشت که کسی حمله به آن نتواند و رعایای خواهی داشت که کسی ایشان را مغلوب نکند. میل دارم همواره با تو روابط مفیدی داشته باشم. از تو خواهشمندم از خدمتگزار با وفایی که نزد تو میفرستم خوب پذیرایی کنی. کسانی را که به دربار امپراتوری من خواهی فرستاد با ملاتفت خواهم پذیرفت و در دوباره یاری آسمان و سلطنت داد و سعادت و سعادتمند و سرانجام نیک را برای تو آرزومندم. در قصر امپراتوری در پاریس به تاریخ روز 19 ژرمینال نوشته از سال 13 و سال اول سلطنت من نوشته شد. یه بخش دیگری بود از کنم یکی از نامه های امپراتور فرانسه به آقای فتحعلی‌شاه قاجار. به اختصار تمام مضامین ذهنی خودش رو بیان کرده. بله بله تمام خواسته هاش رو. در واقع هیچ گونه این قضایایی که گفته است هیچ گونه سمپاتی یا فرض کنید که
ارتباطی که نبوده، همواره چنین بوده. یعنی در واقع این بزرگان تاریخ اینها مقاصد خود رو میخواستن به هر وجه عملی بکنن، بعض اوقات این ملل کوچک رو هم در واقع آلت دست قرار میدادن. اما این عهدنامه فینکنشتاین که بسیار هم مهم است، آقای موری، در واقع ناپلئون نقشه‌ای داشت که به هندوستان حمله بکند از راه قفقاز ایران. ابتدا با روس‌ها مطرح کرده بود و همپیمان شده بود و بعد سیاست روس تغییر کرده بود، بعد با ناپلئون دشمن شدن و در زمان خصومتش با روسیه است که این عهدنامه رو می‌نویسه و همطور که عرض کردم بعد از شکست دادن روس‌ها میآید و با اونها آشتی می‌کند و دیگر در واقع این نقشه رو دنبال نمی‌کند. این عهدنامه فینکنشتاین از سبت که در واقع که آغاز این مناسبات هست در 4 می 1807 برابر با 25 صفر 1222 به امضای نمایندگان دو دولت رسیده است. اگه اجازه فرمایید من این که اینجا خیلی دو تا نسخه از این در دست است، یکی ترجمه که برای فتح‌علی‌شاه کردن، یک ترجمه دیگری هم البته مرحوم نفیسی آورده است که اندکی مفصل‌تر است. این کوتاه‌ترین هست که خدمت شما من میخونم. اینجا در واقع آغاز مناسبات هست و قولهایی که ناپلئون میده هست در این عهدنامه. میگوید اعلی حضرت امپراتور فرانسویان پادشاه ایتالیا و اعلی حضرت پادشاه ایران برای استحکام روابط دوستانه و عقد معاهده اتحاد این کسان را مأمور میکنند. اعلی حضرت امپراتور فرانسویان و پادشاه ایتالیا آقای هوگ برناماره وزیر مشاور و دارای حمایل لوژیان دونو و نشان سنت هوبرت از کشور فلان و نشان خدمتگزاری از کشور بی، پادشاه ایران جناب میرزا محمد خان سفیر فوق العاده و بیگلربگی قزوین و پیشکار شاهزاده محمد علی میرزا، ایشان پس از ارائه با مولده اعتبارنامه های خود در این موافقت کردند. ماده اول: در میان اعلی حضرت امپراتور فرانسویان و پادشاه ایتالیا و اعلی حضرت پادشاه ایران صلح و دوستی و اتحاد همیشگی برقرار خواهد بود. ماده دوم: اعلی حضرت امپراتور فرانسویان و پادشاه ایتالیا استقلال کشور کنونی اعلی حضرت پادشاه ایران را حمایت می کند. ماده سوم: اعلی حضرت امپراتور فرانسویان و پادشاه ایتالیا گرجستان را حقا از آن اعلی حضرت پادشاه ایران می دانند. ماده چهار: اعلی حضرت امپراتور فرانسوی پادشاه ایتالیا به عهده میگیرد همه یک کوشش خود را به کار برد تا روسها گرجستان و خاک ایران را ترک کنند و برای رسیدن به این نتیجه در عهدنامه صلح خواهد کوشید. تخلیه این نواحی همیشه جزء سیاست و نظریات او خواهد بود. ماده پنجم میگوید اعلی حضرت امپراتور فرانسویان و پادشاه ایتالیا یک سفیر به فوق العاده و چند منشی سفارتخانه در دربار ایران خواهد داشت. بعد میگوید ماده ششم: چون اعلی حضرت پادشاه ایران خواستار از پیاده نظام و توپخانه و استحکامات نظامی خود را بنا به روش اروپا اصلاح کند، اعلی حضرت همون امپراتور فرانسه تعهد میکند توپهای صحرایی و تفنگها و سرنیزه هایی را که پادشاه ایران لازم دارد برای او فراهم کند و بهای این اسلحه برابر ارزش آنها در اروپا خواهد بود. به عبارت دیگر میگوید که ما این سلاح‌های جدید رو که میآوریم چیزی اضافی از شما نمیگیریم، همون قیمتی که در اروپا دارن ما از شما همون مقدار میگیریم. بعد میگوید پادشاه فرانسه، در واقع امپراتور فرانسه، تعهد میکند به هر اندازه افسر توپخانه و مهندسی و پیاده نظام که اعلیحضرت پادشاه ایران اونها را برای استحکام دژها و ایجاد توپخانه و پیاده نظام ایران بنا بر روش فنی نظام اروپا داشته باشد در اختیار بگذارد. و بعد میگه پادشاه ایران هم از سوی خود تعهد میکند که همه روابط سیاسی، این خیلی ماده هشتمش خیلی مهم هست، اینجا خامی فتح‌علی شاه رو نشان میدهد. و عجب این که بعد از این که ناپلئون این در واقع پشت پا زد به همین عهدنامه و اینها، هنوز هم انتظار داشت که فتح‌علی شاه ضعیف بیچاره با انگلیس‌ها دشمنی بکند. این خیلی غریب بوده. میگوید که تعهد میاد که همه روابط سیاسی و تجارتی خود را با انگلستان قطع کند و فوراً به اون دولت اعلان جنگ بدهد و از همان دم با آن خصمانه رفتار کند. بنابراین اعلیحضرت پادشاه ایران متعهد است
وزیر مختاری را که به بمبئی فرستاده بخواهد و کنسول‌ها و نمایندگان و کارگزاران دیگر کمپانی انگلیس را در ایران و بندرهای خلیج فارس فوراً از اونجا بیرون کند و همه کالاهای انگلیسی را ضبط کند و در قطع هر گونه رابطه با انگلیس‌ها چه در خوشی چه در دریا به ولایت خود حکم اکید بدهد و از پذیرفتن هر وزیر مختار سفیر یا کارگزاری که در ضمن جنگ از اون دولت جهر خودداری کند. در واقع این مقصود بزرگی رو در اینجا داره بیان میکند که یک سره مناسبات دوستی ایران و انگلیس رو قطع بکند و در واقع ایران رو به کمپ خودش وارد بکند. بعد میگوید ماده نهم در هر جنگی که انگلستان و روسیه در آن در برابر فرانسه و ایران اتحاد کنند، فرانسه و ایران نیز به همون گونه در برابر اون دو دولت اتحاد خواهند کرد و همین که یکی از متعاهدین که در تهدید یا حمله قرار گرفته باشد رسما به دیگری اطلاع دهد، متحدا در برابر دشمن مشترک جنگ خواهند کرد و از اون پس درباره هر گونه روابط سیاسی و تجارتی به مدلول ماده پیش رفتار خواهند کرد. بعد ماده دهم دارد که میگوید که اعلیحضرت پادشاه ایران همه نفوذ خود را به کار خواهد برد تا افغانان و دیگر اهالی قندهار را با ارتش خود در برابر انگلستان متحد کند و پس از آن که بدان نواحی راهیاب لشکری متصرفات انگلستان در هندوستان بفرستد. حالا پیش از اینکه من عرض کنم که به ماده 11 بپردازم، این مطلب واقعا شایسته ذکر هست که شبه قاره هند در واقع به نوعی مستعمره فرهنگی ایران در 600-700 سال پیش بوده آقای موری، و نفوذ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی حقیقتا شگفت انگیز هست. یعنی شما هنوزم که هند تشریف ببرید اونجا آثار ایرانیان، خط فارسی، کتاب‌های فارسی، در واقع معماری درخشان روزدار همین پادشاهان مغولی به دست استادان ایرانی است. کتابخانه‌هایی هست مثل کتابخانه حیدرآباد، چندین هزار کتاب اصیل فارسی در اونجا، نسخه‌های منحصر به فرد و چند صد شاعر ایرانی که در این دوره‌ها در دربارهای از کنم اکبر شاه و جهانگیر شاه و اینها بودن در اونجا هستن. وقتی که این داستان پیش آمد، انگلستان بدین فکر میفتد که در واقع نفوذ فرهنگ ایران رو در قاره هند کاهش بدهد و قطع بکنه. تا همین چند دهه پیش زبان فارسی زبان افتخار و زبان علمی هندوستان بوده. شما خاطرات از کنم نهرو رو بخوانیم در میابیم که اونجا میگوید پدر من به فارسی خیلی خوب صحبت میکرد و زبان فارسی بسیار نفوذ داشت در هندوستان. و در این رهگذر هست که بعد از اینکه این ماجراها در واقع از میان رفت، انگلیس ها اون سیاست ایجاد یک در واقع بافر زون به قول این جایها افتادن و با جدا کردن بخش های افغانستان، بخش های هرات و اینها در روزگار محمد شاه در واقع یک قطع رابطه‌ای کردن بین ایران و هندوستان و لشکرکشی ها و قضایایی که در دوران محمد شاه است اونم داستان مشهوری است. یعنی در حالی که محمد شاه لشکر کشیده بود در محاصره هرات، انگلیسان نیرو آوردن به خلیج فارس و گفتن ما خوزستان رو متصرف میشویم، بیچاره رو برگرداندن و این کار رو انجام دادن. یعنی پیامدهای در واقع بی سیاستی فتحعلی‌شا یکیش هم همین بوده. بعد میگوید ماده 11 چنانچه از نیروی دریای فرانسه یک دسته کشتی به خلیج فارس و بندرهای اعلیحضرت پادشاه ایران برسد، اعلیحضرت پادشاه ایران همه وسایل تسهیلاتی را که لازم باشد فراهم خواهد کرد. بعد در ماده 12 میگوید اگر اعلیحضرت امپراتور فرانسه اراده کند که برای حمله به متصرفات انگلستان در هند ارتشی از راه خشکی بفرستد، اعلیحضرت پادشاه ایران همان گونه که متحد صمیمی و با وفای خود و با وفای اعلیحضرت امپراتوری فرانسه پادشاه ایتالیا است به آنها راه خواهد داد که از کشورش بگذرد. اگر این کار عملی شود، دو دولت پیشاپیش قرار مفصول خواهند گذاشت و راهی را که ارتش باید در پیش بگیرد و لوازم و وسایل نقلیه که لازم شد و یاوری را که اعلیحضرت پادشاه میتواند را بکند در آن معین خواهند کرد. و بعد میگوید هر چه از لوازم و تدارکات در ایران به لشکریان بری و نیروی دریایی داده شود بنابر مدلول مواد دیگر این عهدنامه
به بهایی که در کشور به مردم کشور داده می شود به حساب خواهد آمد. بعد میگوید مقررات ماده 12 که در بالا ذکر شد تنها شامل حال فرانسه است، بنابراین این حقوق نباید با عقد اهدنامه های دیگر به انگلستان یا روسیه واگذار شود. و دو ماده دیگر هم دارد، 15 و 16، که میگوید برای بهره جویی هر دو طرف یک اهدنامه تجارتی هم در تهران بسته خواهد شد. و بعد میگوید این اهدنامه تا 4 دیگر از تاریخ امروز در تهران نیز امضا خواهد شد و به تصویب خواهد رسید در لشکرگاه امپراتوری در فینکنشتاین در 4 مه 1807 برابر با 25 سفر 1222. آقای مشیری، فینکنشتاین در لهستان بوده نه؟ بله بله، این میدان جنگ بوده و عرض کنم که ناپلئون در اونجا بوده که این عهدنامه امضا شده. و این عهدنامه آقای مشیری، این عهدنامه پیش از واگذاری 17 شهر قفقاز. بله 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 دقیقاً، بله همین جور هست. در واقع بعد از این که حالا این بخشایی هم که مربوط هست به آمدن اون هیئت نظامی اینها خدمتتون میخونم که خیلی جالب هست. یکی از بدبختی ها و گرفتاری های همین فتحعلی‌شا این خرافات بوده، به وجهی که وقتی سفرهای ناپلئون میرسن به قزوین اینها میگویند که از کنم ساعت ساعت نیست و نگه میدارن این بیچاره ها رو در قزوین تا مدتی بگذره و ساعت ساعت فرا برسد تا پادشاه ایران بخواهد اینها رو در واقع ببینه. و این خیلی چیز داستان غریبی بوده آقای موری. بله آقای مشیر، بفرمین که چه شده این خاطرات از چه قرار است؟ بله بله، ببینید از طرف که یه هیئت فرانسوی رو میفرستن، اینها با هزار بدبختی و گرفتاری و اینها از راه ترکیه و اینها وارد تبریز میشن و در تبریز هست که عباس میرزا ولیعهد که بیچاره عرض کردن مرد بسیار لایق و مرد دلیری بوده اونجا پذیرایی شاهانه میکنن و این افسران فرانسوی رو از کنم که میفرستن، یکی دو تنشون هم ایشون نگهداری میکنه که سربازاش تعلیم بده و این فاصله میان تبریز و تهران هم بسیار قطنگیز بوده، هم به لحاظ جاده هم به لحاظ فقر و بیچارگی، یک فقر وحشتناکی واقعا حاکم بوده در اون روزگار که ناگفتنی است آقای مهری. از سبب که بعد از این آشوبهای مغول و بعد از این خلایی که بعد از حکومت صفوی و جنگ‌های نادر و خلأ بعد از نادرشاه و جنگ‌های داخلی اینها حقیقتاً بیچاره کرده بود مردم ایران رو و فقر بسیار بوده. این هیئت فرانسوی یادداشت‌ها برداشتند و حکایت‌ها دارن. باری این هیئت فرانسویان در پایان ماه نوامبر وارد قزوین می‌شوند و اونجا عرض کنم که 4 در اونجا می‌مانن. فابویه یکی از این عرض کنم که هم فرانسویان در خاطراتش کلی با استهزا عرض کنم از این داستان یاد کرده و در اونجا می‌نویسد اعلی حضرت پادشاه قبله عالم قطب جهان و ظل الله و 30-40 نام دیگر که من فراموش کردم خود در حرکت کواکب دیده است که اگر اعضای سفارت فرانسه به جز روز 4 دسامبر روز دیگری باید تهران شوند بدبخت خواهند شد. بعد فتحعلی‌شاه عرض کنم که اینها رو میپذیره به خودش و این افسر فرانسوی که فابویه در واقع همون افسر جوانی است که متخصص توپخانه بود بسیار بسیار دقیق شده به وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران، مدت‌ها در اصفهان به تنها تن خیش بیچاره زحمت میکشید، از ارامنه کمک میگرفت، چندین توپ همونجا ساخت، اما عرض کنم که به هر صورت این کارها اون اهداف ایران رو که مدرنیزه کردن ارتش بوده اینها به دست نداد. این نویسد فتحعلی‌شاه فرمان داده بود میرزا شفیع صدر اعظم جنرال گاردان را در خانه خود پذیرایی کنند و برای اعضای دیگر هیئت خانه یکی از اعیان شهر خالی کرده بودند. چند روز بعد فتحعلی‌شاه افسران فرانسوی را به حضور خود پذیرفت. فابویه می نویسد
در این موقع سراپا غرق جواهر بود. چنان که نشسته بود پیدا بود مرد زورمندی است که تقریبا 40 سال دارد و میلیون ها جواهر به خود بسته بود. تاجش و بازوبند چپش بسیار گرانبها بود. ریش سیاهش که زیباترین ریش های ایران بود تا به زانو می رسید. این فتحعلی‌شاه خیلی به ریشش علاقه‌مند بوده، در واقع مدتی هنگام صبح صرف شانه کردن این ریش و در واقع خوشبو کردن این ریش می‌گذشته. داستان ها هست میگویند که یک عده سفرای یک کشور خارجی آمده بودند به ایران و شرفیاب شده بودند، اعتبارنامه هاشون رو بدهن به اینها، گفتن اگه اعلی حضرت سوالی دارد بفرماید. ایشان فرموده بودند از این بپرسید بلندی ریش شاه شما به بلندی ریش ما هست، و بعد ترجمه کرده بودند و اون سفیر گفته بود خیر، ریش اعلی حضرت خیلی بلندتر و زیباتر است، خیلی خوشش آمده بود و حظ برده بود. باری بله، میگوید که ریش سیاهش که زیباترین ریش های ایران بود تا به زانو میرسید. در پای تختش پسرانش صف کشیده بودند. دیگر هیچ کس در تالار نبود. دیگران همه در 10 قدم فاصله در باغ صف کشیده و دستهایشان را در آستین پنهان کرده بودند. جناب آلدان را با 2 دبیر سفارت وارد تالار کردند. ما را در بیرون در صف اول وزیران نگاه داشتند. بله. میگوید در صف اول وزیران ما از این کار پرخاش کردیم و به جنرال گفتیم و او هم به فتحعلی‌شاه گفت که ناپلئون کبیر افسران خود را رفقای خود می‌شمارد، نه نوکران خود. اینجا می‌خواسته یک درسی هم در واقع بدهد که شما در واقع طالب نوکر هستیم و ناپلئون دوستدار دوست است. شب شاه پیغام داد اگر جای اونها خوب نبوده به واسطه بی اطلاعی بوده است. روز جمعه بعد ما را یک یک معرفی کردند و این دفعه 3 قدم تا تخت از او فاصله داشتیم. شاه به ما گفت که ما را مانند فرزندان خود دوست می‌دارد و آینده این راه را ثابت خواهد کرد. در حقیقت ما در یک طرف تخت صف کشیدیم و پسرانش روبروی ایستادند. پس از اون که محاسن هر یک از ما را به او گفتند، گفت که ما جوانان زیبا و رعنای هستیم و او قدر خدماتی را که به ناخل کرده میداند، زیرا که این دو کشور امروز یکی است. و نیز گفت به همین جهت هر یک از شما که مورد قدردانی خاص برادر من واقع شده اید بیش از دیگران مورد قدردانی من خواهیم بود. ما پاسخ دادیم که بازوهای ما و هنر ما و همه خون ما در خدمت اعلیحضرت خواهد بود. سپس من تکلیف کرد به اصفهان بروم و من گفتم گزارش به او خواهم داد و هر چه تصمیم بگیرد خواهم کرد. این رو فابویه نوشته است، همون افسری که به دقت بسیار وضعیت اجتماعی ایران رو بررسی کرده و به اصفهان رفته. آقای مشیری، اینا رو مرحوم نفیسی ترجمه و گردآوری کرده این بخشا رو؟ بله بله، بسیار بسیار مفصل و مبسوط استاد نفیسی عرض کنم این نامه ها رو بعضی این اسناد رو مستقیمن از فرانسه ترجمه کرده و این یادداشت های فابویه اونجایی که مربوط به فایوبر تو گیومه گذاشته و این دو کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران یک کار خیلی جالب و جذابی است و عرض کنم که تحلیل های بسیار خوب کرده از زمان آقا محمد خان آغاز کرده است تا در واقع همین پایان این دوره ها و برفرداخته است عمدتا به همین جنگ های ایران و روس و تحلیل تاریخی. خیلی خیلی کتاب آموزنده و جالبی است. چند تصویر فوق العاده در پایان هست. یکی از اینها در واقع در آذرشهر ژنرال پاسکوویچ رو نشان می‌دهد با ریش تراشیده و لباس مدرن و دستکش در دست چپ و با عباس میرزا در حال دست دادن هست. عباس میرزا با همون لباس قاجاری و همون کلاه بلند و ریش بلند و سیبیل بلند و پسر او در واقع پسر جوان بسیار خوش سیمای او خسرو میرزا دم در ایستاده و بقیه ژنرال ها و افسران پشت سر پاسکوویچ ایستاده. این مقدمات صلح رو نشان میدهد، در واقع مقدمات همین عهدنامه ترکمانچای. یک جا هم ترازوهاست، نمایندگان دولت قاجار یک سو، نمایندگان روس ها یک سو، که نقره هایی که
آوردند از تهران که فتحعلی شاه بسیار قصه میخورد برای این پولهای نقره و برای ایران و آنچه از دست داده بود قصه ای نمیخورد، با ترازو میکشند و یادداشت میکنند. چند نقاش آمده بودند و این کاره بسیار زیبا رو انجام دادن که البته بسیار دردناک هست و عرض کنم که بسیار کار جالبی کرده. چندین تصویر از همین منطقه ترتومانچای که بودن نقاشان روسی کشیدن، استاد نفیسی هم اینا رو پیدا کرده است و وارد کتاب خود کرده. آقای موریا، آقای مشیری، مرحوم نفیسی داستان به اصطلاح کامل ترکمنچای رو در این کتاب آورده؟ بله بله، داستان مفصل ترکمنچای، مقدمات جنگ، مناسبات ایران از روزگار در واقع پتر کبیر و اعمال آقا محمد خان در تفلیس، مناسبات ایران با روسیه در زمان آقا محمد خان، عرض کنم موضوع جنگ تفلیس و بقیه قضایا، همه این جریانات رو عرض کنم که این مورخ بزرگ ما در این کتاب عرض کنم وارد کرده. و دوستان میخوان اطلاعات کافی به دست بیاورن، یکی از کتاب‌های خوبی است در این باب که بنده دیدم که سالها پیش من این کتاب رو گرفتم، یک بار هم به دقت این کتاب رو بنده تا آخر خوندم، اظهار نظرهای جالب کرده و عرض کنم که وضعیت جامعه ایران رو در اونجا مشخص کرده. خیلی کتاب خوبی است آقای مهری، دو جلدم هست. عنوانش یه در کتاب رو در واقع انتشارات بنیاد در میدان بهارستان چاپ کرده است، پاییز چاپ دهم در واقع در سال 1376 بوده و عرض کنم که تعداد 3000 جلد چاپ دهم چاپ شده. بله آقای مشیری، خیلی ممنونم ازتون. میتونیم در هفته آینده ماجرای کامل عهدنامه ترکمنچای رو بشنویم؟ بله 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 بله. لطفاً یه اشاره بایستی به عهدنامه گلستان بشود. بله. که چرا در واقع جنگ دوباره در گرفت و این خیانتی که انگلیس ها کردن چون دست داشتن، و حتما آقای مهری در خدمتتون خواهم بود. خیلی ممنونم آقای مشیری، خسته نباشید و پرتوان باشید. قربان شما. و تندرست و سرفراز. درود بر شما. تا هفته آینده. ممنونم از شما. درود بر شما. شب و روز شما هموطنان.